برای اف ام او دقیقا برعکس هستش. از همه آنتیبادی ها استفاده می کنیم به جز آنتیبادی که در واقع کنترلی که مد نظرمون هست. خب در اینجا برای اف آی تی سی ما میخوام کنترل اف ام او رو داشته باشیم. آنتیبادی اف آی تی سی رو میذاریم کنار، آنتیبادی پی ای، ای پی سی و پرسی پی رو میام و به این لوله یا اون سلول هامون اضافه میکنیم و این میشه اف ام او اف آی تی سی. برای پی ای هم به همین صورت، به غیر از پی ای از بقیه آنتیبادی ها استفاده میکنیم و این کنترل ها را به این صورت به دست میاریم که دقیقا برعکس کنترل سینگل کالر هستش. خب این حالا این اهمیتش در چی هست؟ ما برای چی میام و این کنترل های اف ام او رو برای چی میخوایم؟ برای تعیین مرز ها هستش. خب فرض کنید که ما اومدیم و در سلول هامون با استفاده از اف آی تی سی و پی ای اومدیم و مارکر سی دی 34 و مارکر سی دی 45 رو اومدیم اندازه گیری کردیم، سنجش کردیم، نمودارش رو ترسیم کردیم. الان میخوام بیام مرز ها رو تعیین کنیم، بگیم که این مرزها کجا هستن، کجا را ما CD45 مثبت در نظر بگیریم، کجا را منفی باشه. برای پی هم به همین صورت، خب یک نفر ممکنه بگه که مرزها اینجا هستن، این خطوط قرمز رنگ رو مرز در نظر بگیره. نفر بعد ممکنه خطوط مشکی رنگ رو مرز در نظر بگیره یا خطوط سبز رنگ رو. برای اینکه ما بیام مشخص کنیم که این مرزها کجا هست، دقیقا ما کجا را به عنوان مرزها ما در نظر بگیریم برای مثبت منفی بودن سلول ها، میام و از کنترل های اف ام او استفاده میکنیم. خب ما قبلا گفتم که میتونیم از کنترل منفی هامون که اصلا رنگ آمیزی نشده به عنوان یک کنترل برای تعیین مرز استفاده کنیم. الان این نمونه ای هست که اصلا رنگ آمیزی نشده، این نمونه ای هست که هم با سی دی 45 رنگ آمیزی شده هم با سی دی 34 و قصد داریم مرز سی دی 34 رو مشخص کنیم. خب اگر از کنترل منفی استفاده کنیم، این خط قرمز رنگی که من ترسیم کردم میشه مرز بین مثبت و منفی برای پی ای. اما دقیق تر این هست که ما بیام و از کنترل های اف ام او استفاده کنیم. در اینجا ما کنترل اف ام او رو داریم برای پی ای، یعنی ما از آنتیبادی سی دی 45 استفاده کردیم و سایر آنتیبادی ها، اما آنتیبادی پی ای رو اضافه نکردیم به این نمونه ها. خب الان میتونیم مشاهده کنیم که مرز بین مثبت و منفی برای پی ای الان این خط سبز رنگ هستش. با استفاده از اف ام او که ما داشتیم، با استفاده از این کنترلی که داشتیم، ما الان مرزمون رو دقیق تر اومدیم و انتخاب کردیم، چون که ما میزانی هم نویز پس زمینه داریم. وقتی که ما هیچ آنتیبادی اضافه نمی کنیم، در این حالت که ما کنترل منفی داریم، هیچ رنگ فلورسنتی اضافه نمی کنیم، ما رنگ پس زمینمون خیلی کم هست. اما اگر که بیام حتی یک رنگ فلورسنت رو اضافه کنیم، میزان نویزمون خیلی بیشتر میشه، نویز پس زمینه یا همون بک‌گراندمون افزایش پیدا میکنه و با استفاده از اف ام او میتونیم بیام اون نور پس زمینه رو هم مشاهده کنیم، در واقع اثرش رو حذف کنیم و اون مرزها رو دقیق‌تر بیام و انتخاب کنیم. خب الان خط سبز رنگ اومد و مرز ما رو دقیق‌تر مشخص کرد که بالای این خط سبز رنگ میشه اون پی ای منفی و زیر خط سبز رنگ میشه، در واقع بالای خط میشه پی ای مثبت و زیر خط میشه پی ای منفی. خب این برای یکی از پارامترامون بود که برای پی ای بود. برای سی دی 45 هم به همین صورت، ما باز اگر که کنترل منفی رو داشته باشیم برای سی دی 45، مرز مثبت منفیش میشه این خط قرمز رنگ. اما اگر که اف ام او رو اضافه کنیم با استفاده از اف ام او اف آی تی سی، الان این خط سبز رنگ میشه مرز بین مثبت و منفی و به این طریق میتونیم بیام مرزهامون رو به درستی تعیین کنیم. که در آموزش عملیمون این که چطوری بیام با استفاده از کنترل منفی یا با استفاده از اف ام او چطوری بیام به صورت عملی این مرزها رو تعیین کنیم رو میام و آموزش میدیم. خب برای انتخاب یک رنگ فلورسنت برای یک مارکر یک سری نکاتی هست که باید بهش توجه کنیم. به عنوان مثال ما قصد داریم بیام و مثلا CD45 رو بیام و برایش یک نشانگر فلورسنت انتخاب کنیم. خب در اینجا نشانگر فلورسنتش FITC هستش. اما برای اینکه بیام و این FITC رو انتخاب کنیم برای CD45، باید ببینیم که آیا اگر این رنگ فلورسنت رو انتخاب کنیم میتونیم بیام CD45 مثبت و منفی رو به خوبی از هم تحقیق کنیم یا نه. خب در اینجا ما نموداری داریم، این نمودار قرمز رنگ
فرض کنیم که CD45 منفی هست، نمودار آبی رنگ CD45 مثبت هست و این نمودار سبز رنگ اومده و این نمودار قرمز رنگ رو ضرب در دو کرده، از این طرف و اون طرف بهش اضافه کرده. ما یک مارکر رو بررسی کردیم، این قسمت میشه منفیش، این قسمت میشه مثبت. از یک رنگ فلورسنت استفاده کردیم، میخوام ببینیم که آیا این رنگ فلورسنت میتونه بیاد بین منفی و مثبت یک مرز قابل مشاهده ایجاد کنه یا نه. خب برای اینکه ما یک مرز قابل مشاهده داشته باشیم بین منفی و مثبت باید که یک فاصله قابل قبول داشته باشه، که این فاصله قابل قبول رو در اینجا با دی نشون داده. هر چقدر که این شاخص دی بیشتر باشه، خب ما مثبت منفی و مثبت رو بهتر میتونیم بیان و تفکیک کنیم، و هر چقدر که عرض این نمودار منفیش کمتر باشه باز ما بهتر میتونیم بیان و این تفکیک رو انجام بدیم، که این عرض رو با W1 و W2 ماده مشخص کرده. W1 دقیقا مرز ناحیه قرمز هست، قرمز در اینجا بیانگر کن اون سلول های منفی هستن، و W2 رو هم داریم که اون W1 رو ضرب در دو کرده، بنابراین W2 رو به دست آورده. خب هر کدوم از رنگ های فلورسنت این D و W براشون متفاوت هست، و ما اون رنگ فلورسنتی که میخوام بیام انتخاب کنیم باید که دی بزرگتر و W کمتر داشته باشه. خب میام و این پارامترها رو با هم تفکیک میکنم و تحت عنوان شاخص SI به دست میارم، که خب میشه فاصله بین این دو که میشه حالا به عبارت میانگین مثبت ها منهای میانگین منفی ها، که ما دی رو به دست میاریم به عنوان مثلا اگر که آبی رنگ میانگینش مثلا 90 باشه و این منفی ها که قرمز هستن میانگینش مثلا 40 باشه، 90 منهای 40 میشه 50 و این دی میشه 50، و در این فرمول هم که داریم صورت این فرمول میشه 50 و 2 ضرب در SD کنترل قسمت منفی. حالا این سلول ها به صورت منفی هستن، پارامتر ما در واقع اون مارکری که بررسی کردیم براش منفی هست، SDش رو به دست میاریم ضرب در 2 میکنیم W2 به دست میاد، و این دو رو تقسیم بر هم میکنیم شاخص SI رو به دست میاریم. اگر بخوام بیام و یک رنگ فلورسنت رو انتخاب کنم، به عنوان مثال من قصد دارم بیام و برای CD4 بیام و یک رنگ فلورسنت رو انتخاب کنم، میام اون رنگ فلورسنت رو انتخاب میکنم که شاخص SI این ستون آخر برای اون بیشتر باشه. اگر که این شاخص SI هر چقدر که بیشتر باشه، من میتونم بیام سلول های CD4 مثبت و منفی رو بهتر میتونم بیام و از هم دیگه تفکیک کنم. به عنوان مثال اگر که بیام و از آنتیبادی استفاده کنم که APC به اون متصل هست، من به صورت خیلی ساده میتونم بیام سلول هایی که CD4 مثبت و منفی هستن رو از هم تفکیک کنم. اما اگر بیام و از این رنگ های این پایین استفاده کنم که شاخص SIش کم هست، ممکنه در تعیین اینکه آیا یک سلول در گروه منفی قرار میگیره یا گروه مثبت قرار میگیره ممکن است که دچار مشکل بشم. بنابراین ترجیحاً از اون رنگ های آنتیبادی، از اون رنگ های فلورسنت استفاده میکنیم که شاخص SI بیشتر داشته باشه. البته اون کارگاه ها و اون شرکت هایی که میخوان بیان و آنتیبادی تولید کنن میان و این جدول رو مد نظر قرار میدن و بر اساس این جدول خودشون میان و برای مثلا CD4 میان و یک رنگ فلورسنت رو انتخاب میکنن. اما شما هم اگر که بررسی کنید بهتر هست از اون رنگ های فلورسنت استفاده کنید که شاخص SI برای اون آنتیبادی بالاتر هستش.